نقش نمایش و دوبله در سینمای پیش از انقلاب چی بود؟ آیا بازیگرها اون موقع به جای بازیگری و ادای دیالوگ واقعا فقط یک دو سه چهار می گفتن؟ آپارات این هفته رو ببینید با قسمت دوم لبه تیق سلام خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات حسن سرچو هستم در بخش پیشین لبیه تیغ دیدیم که چگونه سینمای ایران شکل گرفت و چگونه به تدریج زنها با نقشای کوچیک تونستن راه خودشون رو در این سینما پیدا کنند از دهه چهل خورشیدی به بعد سینما ایران به شکل منظم تری راه رشد خودش رو پیدا کرده و فیلمسازی رونق گرفته سالی حدود 100 تا فیلم هم در این سینما تولید شده در بخش دوم در فیلم لبه تیغ به این دوره پرداخت شده و همینطور به نقشه تئاتر و دوبله و رقص و آواز در سینمای پیش از انقلاب لبه ای تیق ساخته بهمنه مقصودلو است آقای مقصودلو متولد سال 1325 هست و مقیم امریکا او در پیش از انقلاب در مطبوعات سینمایی به عنوان منتقد و سردویر فعالیت میکرده و بعد از انقلاب هم در خارج از ایران به تایخوندگی چند فیلم مستند و سینمایی روی آورده، چند تا کتاب نوشته و چند سالی هم هست که خودش دست به کار ساخته فیلم های مستند شده و فشته فیلم مستند ساخته که بیشترشون رو در همین برنامه آپارات پیش از این دیدیم از جمله فیلم های درباره عباس کیارستمی درباره احمد محمود و همچنین ایران درودی و اردشیر محسس آقای مقصودلو میهمان برنامه این هفته ما هست در این مجموعه سه قسمتی همچنین دو دیگه هم داریم سیمین قفاری بازیگر پیشکسوت سینمای پیش از انقلاب که پیش از 35 سی فیلم سینمایی رو بازی کرده در اون زمان از جمله در فیلم‌های مثل پاشنه طلا، بابا کرم، بطف و نعمت نفتی و همینطور معصومه تقیپور بازیگر تئاتر و سینمای قبل و بعد از انقلاب که در فیلم های مثل کلاق، سریال تراق و جدای سرد بازی کرده و تحقیقات زیادی رو هم درباره تاریخ نمایش در ایران انجام داده. خوش آمد میگم به هر سه شما. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خب به اتفاق شما و بینندگان قسمت دوم فیلم لبیتیق رو ببینیم بعد دربارش صحبت می‌کنیم. ببینیم فیلم رو. مادر این داشاکل از کجا اومد تو زندگی ما و آقای کیمیایی قطع کردم و گفتن خیلی ساده میخوام این نقش شده خیلی من تحت تاثیر گرفتم من یه شانس داشتم که کارگردان های خوب به سراغ من اومدن همه میگن آیا دوبله هنر است نه هر کاری فنه و میتونه برسه به هنر مجید مثلا گفت زیبا جام باشو باشیم لاب چشمه او بخوریم من گفتم احمد جان نه میشه که مثلا ما نیم با من کار داری؟ نه با امین آقا کار دارم خودم امین آقا که زن نمیشه حالا که شده امین آقا تمامش کنیم امین آقا نه یه خورده دست دست کنیم من با کارهای تا آقا کارم و شروع کردم اینو بهش میگن انسان؟ بخش دوم لبه تیغ رو دیدیم یک ثبت شفایی از بهمن مقصودلو فیلم مجموعی از تصاویر آرشیبی فیلم ها و مصاحبه هست که آقای مقصودلو طی سال‌ها و به مرور جمع آوری کرده آقای مقصودلو سازنده این فیلم با ما هست و همینطور سیمین غفاری بازیگر سینمای ایران در پیش از انقلاب و مسومی تقیق بور بازیگر تاتر سینمای پیش و پس از انقلاب خیلی ممنونم از هر سه شما مجددا خوش گفتگو رو با شما شروع می‌کنیم آقای مقصودلو در قسمت دوم شما پرداختید به نقش دوبله و تئاتر مشخصا و جایگاه زنان تو این عرصه چرا با این بخش شروع کردید این فیلم رو عرض کنم که در دهه چهل که فرمودید ما رشد کردیم سینمای ایران به طور کلی از نظر صنعت صدا برداری یه مقدار عقب بود و اون مهارت و کارایی در صدا برداری وجود نداشت و برای راحتی کار فیلمسازان سعی می کردند فیلمو بدون صدا بگیرند و این فیلم ها دوبله بشه چون بسیاری از بازیگران ما این فن سخنوری را هم نمیدونستن اونا هم اونام راحت میخواستن باشند در نتیجه یا صداهای مناسبی نداشتند در نتیجه دوبله به کار آمد و در دوبله ایران هم پیشرفت خوبی کرد و هم جایگزین های خوبی از نظر مرد و زن برای بازیگران زن و بازیگران مرد انتخاب می شد و فیلم بیشتر مورد توجه بیرندگان تماشاگر قرار می گرفت این نظر دوبله و بعدا توجه کنیم تا انقلاب ما تقریبا دو سه تا فیلم بیشتر صدا برداری مستقیم نداشتیم اولین آقای گلستانی تجربه کرد دوم آقای کیارستمی در فیلم گزارش درست قبل از انقلاب پس همه فیلم ها بدون صدا مستقیم بین برداری می شود. در مورد تئاتر بازیگران سینما در ابتدای امر همه از تئاتر آمدند برای اینکه یک کولباری از تجربه تئاتر داشتند از بازیگری روی سن داشتند از میمیک صورت داشتن، از حرکت بدن داشتند این تجربه هایی که با کارگردان ها کار کرده بودند و دیده بودند در سینما سبب شد که در فیلم های اولیه خانم های مثل شهلا مثل جاله مثل خانم ایرن ایران بله ببخشید آدم نمیاد استفاده میشد این هم نظر تئاتر تا کم کم تونستن در جوار رشد سینما خانم های جدیدی که علاقه داشتن استعداد داشتن وارد سینما بشن بعد گفتم را بیو ما از اینجا بیرون نمیذار شما ها چه مرگتونه بزنی بریم بلکن نمیاد من زن تو که نیستم من مال همم خانم قفاری: شما هم دوبله کار کردید یه دوره و همین که به خودتون در طول دوره زمانی فیلم های زیادی رو بازی کردید چقدر این فیلم ها صدای خودتون بود چقدرش دوبله؟ راستش هیچ کدوم صدای خودم نبود برای اینکه چون صدا سر صحنه صدا سر صحنه نبود یعنی باید دوبله میشد فیلم ها و من خودم جای خودم صحبت نمی کردم جای من خانم شهلا نازریان صحبت میکردن اکثر فیلم هم غیر از فیلم بوت یه خانم دیگه بود که نمیدونم اسمشون چی بود ولی من خودم هم بعد از یه مدتی آقای سعید شرافت زنده یاد ایشون منو دعوت کردن برای کار دوبله برای اینکه فکر کردن که صدای من خیلی خوبه برای کار دوبله چون یه دست را اتصاب کرده بودن و مثل که پول بیشتر میخواستن و مدیر دوبلاژا نمیخواستن این اتفاق بیفته واسه اینه از من و از چند تای دیگه خواستن که بیایم تو کار دوبله من حدود 7 8 ماه تو کار دوبله بودم و صداهای مختلف صدای بچه صدای زن موسن صدای زن جوون همه نوع صدا رو میتونستم درارم و یکی دو تا فیلمم جای آن مارگریت صحبت کردم یعنی شما به جای کس دیگری صحبت می کردید و کس دیگری به جای شما صحبت دقیقاً. میکرد می کرد تجربه شما چی است از دوبله خانم تقیپور؟ من از سال 1365 به صورت رسمی وارد سندیکای گویندگان فیلم شدم یعنی بعد از انقلاب در حقیقت شما بله. کار دوره. بله قبلش خب من رادیو کار می کردم و به هر حال تئاتر هم که کار اصلیم بود و در چند سریال مثل سریال طلاق خانم مهین برزویی در یک قسمت جای من صحبت کردن و یک قسمت هم خانم زهره شکوفنده اما بعد از اون دیگه تمام کارهایی که من کار کردم به اصرار مدیران دوبلاش خودم جای خودم صحبت کردم و این رو هم بگم خدمتتون که مسئله صدا سر صحنه صرفا مسئله کم بوده وسائل نبوده مسئله این بوده که باید برای اینکه فیلم صدا سر صحنه باشه میبایستی محیط آماده باشه یعنی ما در یک فیلمی می کار میکردیم و یا آقای توی ده یه آقای داشت حیوان بارکشش رو داشت می برد و هر چقدر که تمام عوامل فیلم به ایشون گفتن که آقا دو دقیقه صبر کن بگذار این صحنه گرفته بشه بعد رد قبول نکرد و همچنان صدا صداشو انداخت توی صدای حیوانش و خب فیلمبرداری متوقف شد مسئله خود بودن محیطی که مناسب باشه برای اینکه کار صدا سر صحنه باشه فکر میکنم مهمتر از نبوده در واقع وسائل بوده به اضافه اینکه به عنوان مثال ما دو تا خانم بازیگر داشتیم من اسم نمیارم که اینها از اهالی بر شهرستان هایی بودن لحجه های بسیار قلیز داشتن خب به هیچ عنوان نمیشد که اینها خودشون با صدای خود یا خانم هایی که از اقلیت های مذهبی بودن اونها هم لحجه هایی داشتن که مشکل آفرین بود یعنی دوبله در واقع یه جورایی میشه گفت یک زمانی در یک محدوده زمانی خیلی کمک کرد به سینمای ایران یعنی فیلم ها رو به فروش کرد به تعبیر این صدا اما یه چیز خیلی جالب گفته میشه شایع هست البته حالا با از شما شروع میکنیم میگن که اون موقع ها خیلی از بازیگرا به جای اینکه دیالوگ ها رو بگن یک دو سه چهار میگفتن و بعد با دوبله درستش میکردن هر تجربه واقعا شما دارید نه. همه بازیشونو رو میکردن صحبت رو میکردن دیالوگ ها رو میگفتن ولی بعد مدیر دوبلاژ میگرفت در دست و اینو این اتفاق افتاده در سینما ایران این که نمیشه هاشا کرد من برای شما به زرس قاطع میگم که در یک فیلم هایی اسم اون کارگردانم نمیگم اسم اون فیلمم نمیگم دلیل نداردم بگه ولی به علت تجاری بودن و سری بودن و سناریویی به کسی نمیدادن بخونه و یه آدمی رو می آوردن یه نقشی بازی کنه و یه چند تا دیالوگ بگه اینا بهش میگفتن این یک دو سه چهار بگو و برو و این کار سری انجام شد اینا فیلم های بود تجاری فیلم های بود از نظر هنری کم ارزش و برای بهایی نمیدادن به این مسئله این کار شده آه. البته من فرعی هست بیشتر دیگه و... بله دیگه نه نقش اصلی من با تمام احترام که برای آقای مقصودلو قائلم و برای کار با ارزش که انجام دادن به شدت مخالفم با این قضیه به خاطر اینکه شما دوبله که کار میکنید اجازه بدید اجازه بدید. اجازه بدید من الان توضیح میدم ما وقتی که دوبله کار میکنیم یکی از مهارت هایی که پیدا میکنیم لبخونیه به خاطر اینکه فیلم فارسی اصولا وقتی که میاد برای دوبله صدا نداره که هیچ صدایی نداره مثل فیلم خارجی نیستش که ما گوشی بذاریم تو گوشمون صدای اصلی رو بشنویم و مثلا صحبت رو شروع بکنیم هیچ صدایی نداره ما باید بتونیم با لب بازیگر شروع بکنیم اگر که وقتی که شما یک فیلمی رو بی صدا دارید میبینید و این لب داره تکون میخوره داره حرف میزنه و این حرفها کاملا مشخصه که داره گفته میشه پس نمیتونیم بگیم که اون داره میگه یک دو سه چار من یک موردی رو میدونم که بوده و در مورد یک خانم هم نیست یک آقایی بوده است در تئاتر ایران که ایشون به شدت اصلا به حالا اسم کوچیکش و لقبش توپق بوده یعنی اینقدر توپق میزده و نمیتونه حفظ کنه یه خانمی هم بود که خدا رحمتشون کنه ایشون هم در یه کاری ما با هم همبازی بودیم ایشون هم نمیتونه سیش دیالوگی رو حفظ کنه اون آقا در یک فیلمی یک سکانس بازی داشتی یک سکانس اون دیالوگ ها رو نتونه حفظ بکنه بهش گفتن بشمور اونم در دور یعنی در شد برای اینکه اگر میومد در کلوزاب خب سوفلور میتونه سوفله کنه فیلم که صدا سر صحنه نبوده سوفلور میتونسته براش سوفله کنه یعنی منطقاً اون توی لانگشات بود گفتن آقا بشمر برو اون خانم هم همینطور اون خانمی هم که دارم راجبشون صحبت میکنم ایشون هم همینطور وگرنه اصلا شما فیلم رو بدون صدا صدا رو ببندید ببینید خیلی خیلی مسئله اون قدم جدی نبود در حد همین شایعه بگذریم ازش راجع به تئاتر نوشین و آناهیتا که خیلی صحبت میشه در مورد نقششون در بازیگرسازی خانم تقی شما که در عرصه تئاتر هم بسیار تجربه داشتید برام بگید اینها چه نقشی داشتن اصلا تئاتر چه نقشی در پرورش و تربیت بازیگران زن برای سینما داشت ببینید تا قبل از شکلگیری هنرستان و هنرپیشگی در واقع بازی سازی به اون صورت انجام نمی شده در تئاتر این رو از مصاحبه هایی که انجام دادم با هنرمندانی که پیش که بودند حضور داشتند هنوز در قید حیات بودند از اونجا دارم عرض میکنم بازی سازی به اون صورت انجام نمی شده هرچند که من مدارک به شدت مستند و مستدلی در دست دارم که بسیاری از هنرپیشه ها کارگردان های تئاتر ما فرستاده می شدن با بودجه خود تئاترها و بودجه دولتی فرستاده می شدن به فرانسه به طور معمول به فرانسه برای اینکه تعلیم ببینن بازیگری یا حتی کارگردان آقای رفیع حالتی آقای مجدیوان فکری اینها کسانی بودند که در فرانسه دوره دیدن اما نوشین تحصیل کرده آمد به ایران و نوشین یک سبک جدیدی رو گذاشت در تئاتر و من با تمام بازیگران آقای نوشین که در قید حیات بودن خانم ایرن، آقای آسمی، خانم مهرزاد با همه اینها آقای امینی با اینها من وقتی صحبت کردم اینها گفتند که به هیچ عنوان آقای نوشین تمایلات سیاسیش رو در کار تئاتر نمی آورد اما کار تئاتر به شدت براش مهم بوده یکی از کارهایی که ایشون میکنه پیش پرده رو نمیاره توی کار توی تئاترش وقت که اجرا میکنه چون پیش پرده یک چیزی بوده برای اینکه مثلا فرض کنید بین پرده ها وقتی میخوان دکور عوض کنن مردم حوصلهشون سر نره یه پیش پرده هم میخوندن اما ایشون این کار رو نمیکنه ایشون اجازه نمیده در تئاترش تخمه شکسته بشه ایشون خیلی ابداعاتی رو میذاره قوانین این رو میگذاره که یه مقداری جدیتر به قضیه نگاه میکنه و این حرف من اصلا رد کارهای مرحوم سید علی خان نصر یا گروه کمدی ایران نیست و اینها با پرورش هم میدن بازیگرا با هدف ورود به سینما یا اینکه نفقت... نه, نه فقط این پرورش ابدا این پرورش از هنرستان و هنرپیشگی به شدت جدیتر شد یعنی از سال 1317 و در هنرستان هنرپیشگی اساتید به شدت با مهارت و متخصصی تدریس میکردن و رشته هایی که تدریس میکردن رشته هایی بود که برای تئاتر بود نه سینما, سینما, خیلی اصلا رقابتی نشون میداد به اینکه از بازیگران تئاتر استفاده کنه آقای مقصودلو ببینید بسته به نقشی بود که اینا بازی میکردن یا کرکتری که در اون پیس پی یا سناریو بود اینا هنرپیشگانشون انتخاب میکردن اگر یک کرکتر قوی بود حتما به سراغ یک بازیگر تئاتری میرفتن که پخته بود میتونست اون جلوی فیلم تصویر کنه و اگر نه یک آدمی بود نه به اون صورت پیچیده و کمپلکس اون موقع می رفتن یک کنربشه اگر داشتن که تجربه تیاتری نداشت از اون استفاده می کردن. خانقفاری شما تو تئاتر هم آیا یعنی آیا شد که از سینما به تیاتر برید و تو اون تجربه ای داشته باشید؟ من فقط یه بار دعوت شدم توسط خانم سوسن فروخنیا. در لندن یه تئاتر بازی می کردیم با خود خانم فروخنیا بازی. پیش می از قراب نه؟ نه نه. تجربه پیش از اون, اون رو ندارید؟ بل. بسیار خب حالا که بحث اینجا هست راجع به همین تو این قسمت شما میپردازید به اتفاقا نقش رقص و آواز در فیلم های فارسی و به خصوص در اون دهه خب تعداد رقص و آواز ها هم خیلی زیاد بوده یه سوال خیلی مشخص برای من این هست که سینمای ایران متأثر از کجا سینماگران ایرانی به تعبیری رفتن سراغ اضافه کردن ساز و آواز و رقص و در فیلم هاشون برای اینکه تو اون دوره علال باید به شدت تحت تاثیر سینمای وسترن باشن آقای سلجو اصولا ملت ایران عاشق موسیقی است و من اینو در ابتدای فصل شهرساد آوردم که فیلم وقتی سپنتا در هندوستان ساخت دختر رور موسیقی رقص داره چون مردم عاشق رقص و آواز بودند و چون این علاقه بین مردم بود فیلمسازان و یا تهیه کنندگان اینو یه بول گرفتند و موسیقی رو در فیلماشون به جا جا دادن <applause> و در فصل شهرزاد من میخواستم نشون بدم که یک خانمی که آوردنش و میرخصید و زندگی میکرد و تحصیل شبانه میکرد چگونه هنر سینما در یک زنی تجلی میکنه یعنی yani هنر بل قوه و این خانم بعدا ما میبینیم تیل دوازده دقیقه اون فصل هست که موسیقی هست و رقص هست و به این میپردازیم به علاقه مردم این خانم هم شعر میگه بعدا هم چندین کتاب منتشر میکنه فیلم کوتاه بسیار خوبی میسازه فیلم بلند مریم و مانی رو میسازه که به نوعی سومین فیلم بلند سینمای تاریخ داستانی سینمای ایرانه که شهبانو میاد میبینه تشویقش میکنه من در اون فصل به این مسئله موسیقی از ابتدا پرداختم من من, آب باش من من مردم برای موسیقی میمدن بلیت میخریدن یعنی عامل تجاری بود که سالن سینما پرشه و فیلم بفروشه این بود که حتی وقتی خانم شهلا مرجانو در 1335 اولین فیلمی بود که کارگردانی کرد موسیقی توش نبود یک داستانی بود منوچهر کیمرام نوشته بود و این بد دید گفتن آقا اومدن گفتن که این نمیفروشه این مجبور شد یک سکانس رقص و آواز در اون فیلمی که اصلا در سناریوش نبود و خودش هم نمیخواست باشه بگذاره توی فیلم شما هم همین اومده یعنی در واقع این بخشی از فیلم شما است که خانم اشاره میکنه به این مسئله اما به نظر شما چرا چرا چقدر این وجود این رقص و آواز متاثر از نیاز مردم بود یا تحت تاثیر کشورهای همسایه یا فیلمایی که میدیدید یه مقدار تحت تاثیر فیلمای هندی بود چون هندی همیشه رقص و آواز بود تو برنامهشون تو فیلم‌هاشون و یه مقدارم مردم خب خسته می اگه همش فیلم های با تیر و نمیدونم فلان و اینا توی فیلم همدیگر می زدن دعوا و جاهل بازی و این چیزا یه مقدار سخت بود برایشون قبولش واسه همین بود که اکثر فیلم هایی که می صدای خانم اهدیه بود گهکای صدای خانم رامش بود باید یه آوازی یه چیزی با می بود در سینما ولی مردم خسته می شدن فقط عز چیزای ببینید آقای سولجو یک یک مسئلهی که هست اینه که شما اگر به قضیه تاریخ نمایش ما حالا تئاتر از زمانی که از کوچه بازار میاد روی صحنه اگر به اونجا نگاه بکنید متوجه میشید که مثل تمام دنیا که رقص و آواز یکی از واحدهای درسی تمام دانشگاه های معتبر بازیگری در دنیاست یعنی بازیگر باید بتونه خوب بخونه باید بتونه خوب برقصه این در هنرسان هنرپشگی هم تدریس میشد ببینید اون موقعی که تئاتر در ایران شکل میگیره میره روی صحنه بلیت فروخته میشه از توی پارک میاد بیرون بلیت فروخته میشه براش برای اینکه تمام نمایشنامه هایی که هست از اون موقع نمایشنامه های اخلاقیه نمایشنامه هایی که میگه که آقا دوزی نکن آقا به زن دیگران نگاه نکن خانم به شوهرت خیانت نکن خان بچه تو نده دست دایه شیر بده مزامین همه اینهاست. چیزهای فرهنگی و نقاعث اجتماعی خب حالا تماشاگر اون زمان ببینید ما هر, هر, رویدادی رو باید در زمان خودش نگاه کنیم تماشاگر اون زمان برای اینکه بتونه این شربت تلخ رو بخوره باید یه ذره قند قاتیش میکردن پس طبیعتا این رقص و آواز یعنی تمام نمایشنامه هایی که اون موقع روی صحنه میرفته بیش از 90 درصدش به صورت اوپرت بوده ساز و آواز بوده خب این طبیعتا میاد توی سینما هم وارد میشه به خاطر اینکه تماشاگر باید بیاد مشهورترین مثال این ماجرا رقص خانم محوش در فیلم جان چیزی که منتاش کردن توی ایران گذاشتن این مشهورترین مثال این ماجراست برای چی برای اینکه تماشاگر بیاد توی سالن یعنی در واقع فروش فیلم به هر قیمتی برای اینکه این صنعت پا بمونه به حال این فواید خودشو داره و ضررهای خودش هم توی بله، ادامه طبیعتن. خواهد داشت بله. خیلی کوتاه آقای مقصودلو اگر که ممکنه بفرمایید که شما به فیلم حسن کچل میپردازید و نقشش پروسش من وقتی می دیدم همش دنبال می گشتم ببینم که خب این حسن کشه الان اینکه تدوینش چطور بوده یا نبوده چه ارتباطی به موضوع زنان در سینما داره نقششون ممکنه یکم توضیح بدین برامون کتایون هنرپیشه اولش داره صحبت میکنه راجع به فیلمی که اولین فیلم موزیکال رنگی ایران با سرمایه هنگفتی اولین ها در سینما خیلی مهمن این هم یکیشه و چگونه این فیلم سرمایه گذاری میشه چه پول کمی بهش میدن فیلم موفق میشه میفروشه بازیگرش که صحبت میکنه من مجبورم برم روی فیلمش من اصلا این بازیگرها رو برای فیلم های مهمشون آوردم ها برای, برای, میگه که اینجوری, برای اینکه بود. اینجوری, اینجوری بود اونجوری بود, بود. 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 علی تمی بلد نبود نه. بود بله این رابطی به موزه زنان که نداره این که اینکه حالا تدوینش چجوری بود که اصلا موضوع ربط این حرف چه میزنید شما شما در یک موضوعی که مطرح میکنید تمام چیزهای ساپورتیو یعنی حمایت کننده که میتونه اطلاعاتی به بیننده که شما همیشه اشاره میکنید بیننده باید اون اطلاعات داشته باشه من نگاه میکنم میبینم من با آقای عباسی مصاحبه مفصلی دارم راجع به فیلم دستمزدشون خانم شکایت میکنه که به من سیاد دستمزد کمی داد خیلی اصلا هیچی و فیلم خیلی فروش کرد ولی آقای عباسی گفته بود و من دیدم که حرفش هم خیلی مناسبه گاقا این اولین فیلم رنگی موزیکال که در ایران ساخته میشد ممکن بود اصلا نفروشه من مج... این ریسک بزرگی کرده من دست دستمزدها پایین بود این توضیح تهیه کننده رو من اینجا باید بذارم وقتی دارم کننده داره میگه که من فیلم تدوین اینجوری کردم یا اونجوری که به هر حال بگذاریم خیلی بحث ج... جزانی برام بگید که قسمت بعدی چی میخواید بگید؟ در قسمت, در قسمت پایانی یک مسئله اساسی که من مطرح میکنم یکی مسئله مردسالاری است یکی مسئله... انقلاب میشه و محرومیت ستارگان ما از بازی هست که این بسیار ظلم بزرگی بود که اینا محروم شدن رژیم رفته رژیم دیگری با دکترین دیگری اومده این میتونه بگه از این به بعد با این مسائل شما مدرعید اینجوری کار کنید نه اینکه یه کسی خودکشی کنه بقیه محروم بشن از همه چی از بیمه از زندگی نمیتونن بکنن اونها نرپیشگان این مسئله مهمی بود و که بعد فیلمو می بستم سرنوشت این بازیگران ستاره بعد از انقلاب به کجا انجامید در کنارش ما حتما خواهیم پرداخت به نقش مطبوعات در اون دوره در تصویری که از سینمای ایران به وجود اومد و کاری که انجام شد همچنین چگونه یه ستاره سازی رو سعی میکنیم در برایش بحث کنیم که چی میشد یک زنی ستاره میشد تو اون سینما و یکی دیگه نمیشد و به هر حال اینکه چرا تو فیلم شما از بعضی ها اصلا حرفی زده نمیشه از جمله خانم گوگوش خب خیلی ممنونم از حضور هر شما سیمین قفاری، بهمن مقصودلو و معصومه تقیپور فرصت بیشتری برای ادامه گفتگو نداریم. با همین بحث رو در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. شما هم از طریق این راههایی که اینجا داره زیرنویس میشه برام بنویسید که بخش دوم این فیلم رو چطور دیدید و چقدر برای شما خاطر انگیز بود. ممنونم از همگی تا فرصت دیگه بدرود و پاینده باشید.